بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما دانش آموزای عزیز. با امید از اینکه خوب و سری حال باشین، باز هم خوش آمدین به یکی از درس های دیگری ما. عنوانی درس امروز ما هست خانواده. خب قبل از شروع درس حتما کتاب دری، کتابچه و قلم داشته باشین. درس خود را شروع میکنیم. بچه های نازنین، شما با کلمه خانواده آشنایی دارین و همچنان اعضای یک خانواده را میشناسین که ما با کیها اعضای یک خانواده میگیم؟ بله، میفهمم که همه شما در مورد کلمه خانواده هم حتما آشنایی دارین و ما با پدرجان، مادرجان، خواهر و برادر خود، اینا از جمله اشخاصی هستند که اعضای خانواده را تشکیل دادن و یک تصویر خیلی زیبا در کتاب شما رسم است. خود این تصویر ما اعضای یک خانواده را میبینیم که مادر است، پدر است و برادر کوچک و برادر بزرگتر و خواهر هستند. اینا اعضای یک خانواده را تشکیل میتن. خب به نظر شما کدام یکی از خانواده ها خوشبخت است؟ ما به کدام خانواده میگیم اینا از جمله خانواده خوشبخت هستن؟ خب بسیار خوب. خب خانواده هایی را که ما میگیم اونا جمله خانواده های خوشبخت هستن. میفهمم شما هم از جمله خانواده های خوشبخت هستین. خب بمو خانواده هایی که ما میگیم اینا از جمله خانواده خوشبخت هستن، آنها که هستن احترام متقابل دارن، یعنی تمام اعضای خانواده به یکدیگر احترام میمونن و در بینشان صمیمیت وجود داره و همچنان در پهلوی از این حرفای بزرگتری خود را گوش میکنن و هیچ وقت جنگ و دعوا نمیکنن و یا با یکدیگر خود همکاری میکنن و اگر یکی از اعضای فامیل کاری خوب و نیک را انجام میده، دیگر اعضای فامیل را تشویق میکنن و همیشه دستشان را میگیرن. خب شما هم حتما کتابایتان را باز میکنین و یک شعر خیلی زیبا را کتابتان نوشته است را با هم میخوانیم. درس دوازدهم، عنوان درستان است خانواده. من میخوانم متن درس و شما هم دقیق گوش کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. مانند دست است هر خانواده، هر کس یک انگشت در خانواده. پدر در این دست انگشت شست است، او که نخستین انگشت دست است. انگشت دیگر یعنی نشانه، او مادری ماست خانومی خانه. انگشت دیگر یعنی برادر، اینجا نشسته پهلوی مادر. پس این یکی کیست انگشت دیگر؟ بله درست است، او است خواهر. من هستم آخر انگشت کوچک، انگشت ها را دیدیم تک تک. گرچه جداییم ما پن انگشت، چون جمع کردیم هستیم یک مشت. بچه های نازنین، باز هم درس می خوانم، شما هم به دقت گوش کنین. مانند دست است هر خانواده، هر کس یک انگشت در خانواده. پدر در این دست انگشت شست است، او که نخستین انگشت دست است. انگشت دیگر یعنی نشانه، او مادری ماست خانومی خانه. انگشت دیگر یعنی برادر، در این جا نشسته پهلوی مادر. پس این یکی کیست انگشت دیگر؟ بله درست است، او است خواهر. من هستم آخر انگشت کوچک، انگشت ها را دیدیم تک تک. گرچه جداییم ما پن انگشت، چون جمع کردیم هستیم یک مشت. خب امید هست که متن درس خوب فهمیده باشین. خب ما روی تخته بعضی از کلمات هست در دو ستون نوشته کردیم. در یک قسمت نوشته است
مفرد و در این قسمت نوشته است جمع. خب مفرد چی معنا میده؟ مفرد ما به او کلمه های گفته میشه که یک دونه باشه، چی شی باشه و یا هم شخص باشه، فقط از یک بیشتر نباشه. اما کلمه های جمع بلکه کلمه های گفته میشه که از دو تا بیشتر باشه. فرض مثال اگر ما بگویم مارکر یعنی یک دونه مارکر، اما اگر بگویم مارکرها پس چون ما دو دونه مارکر دارم میتونم بگویم که مارکرها، و یا هم اگر بگویم قلم این یک دونه است پس قلم مفرد است، اما اگر دو دونه شوه یعنی جمع شده دیگه، از یک دونه بیشتر است، در کل چند دونه داریم؟ دوتا، پس میتونم بگویم که قلم ها. خب اینجا داریم طفل، خواهر، برادر، کتاب، قلم، و در این ستون داریم قلم ها، اطفال، کتاب ها، خواهران، برادران. میخواییم که کلمه های مفرده که در این ستون نوشته است و کلمه های جمعی که در این ستون نوشته است اینا رو با هم وصل کنیم، یعنی کلمه های مفرد را با کلمات جمع وصل میکنیم. این را با هم کار میکنیم. خب دقت کنیم، اولین کلمه ما هست طفل. به نظر شما جمع کلمه طفل در این ستون پیدا کنیم کدامش است؟ بله، پس جمع کلمه طفل اطفال است. این را با هم وصل میکنیم. میم سر کلمه بعدی ما داریم خواهر. خواهر، پس جمع کلمه خواهر کدامش است؟ قلم ها نیست، کتاب هم نیست، خواهران پس پیدا کردیم. جمع کلمه خواهر خواهران است. میخواییم جمع کلمه برادر را پیدا کنیم. برادر، یکی مانده قلم ها و دیگه مانده برادران و کتاب ها، پس کدامش درست است؟ بله این کلمه درسته، برادران. کلمه بعدی ما هست کتاب، پس جمعش کدام است؟ کتاب ها. آخرین کلمه ما هست قلم، پس جمعش کدام است؟ قلم ها. این را با هم وصل میکنیم. پس شما هم در این قسمت جمع کلمات را هم شناختیم که چیگونه میتونیم که کلمات را جمع کنیم. خب تخته را پاک میکنم و کارخانگتان را نوشته میکنم. کارخانگی شما هست جمله سازیه؟ کار خانگی جمله سازی. خب کلماتی را که نوشته میکنم شما بر هر کلمه در کتابچه داریتان یک یک جمله نوشته میکنین. اولین کلمه ما هست خانواده. پدر، مادر، برادر، پنجمیش است خواهر، ششمیش دست، هفتمیش انگشت، هشتمیش هست کتاب، نهمیش هست خانه، و دهمیش هست کتابچه. یه هم کارخانگی شما. درس امروز ما هم همین قدر بود. تا درس بعدی شما را به خداوند یکتا می سپارم.